توی فیلم قبلی یاد گرفتیم که اگه رابطه ها رو به صورت زوج مرتب به ما بدن چه شکلی بررسی کنیم که این رابطه متقارن، پاد متقارن، تعدی و بازتاب هست یا نیست. اما اگه به صورت گراف رابطه رو به ما دادن چی؟ ما گفتیم که همه گرافی بازتابیه، یا اینجوری بگیم بهتره، متناظر با رابطه بازتابه که همه رأساش طوقه داشته باشه. یه رأس طوقه نداشته باشه بازتاب نیست. حالا همه گراف ها بازتاب، ببخشید، همه گراف ها تقارن، پاد تقارن و تعدی هن، مگه اینکه مثال نقص داشته باشه. مثال نقص تو گراف ها چه مدلی معنی میشه؟ میگفتیم همه گراف ها متناظر با رابطه متقارن هن، مگر اونایی که یاله یه طرفه دارن. اونا اگه یال یه طرفه داشته باشه ضرب در میزنه میگیم متقارن نیست. اونا اگه یال دو طرفه داشته باشه ضرب در میزنه میگیم پاد متقارن نیست. و برای تعدی بودن هم گفتیم اگر از آ به بی یالی بود، از بی به سی هم یالی بود، از آ به سی باید یال باشه. اگر مثال نقص پیدا کردیم ضرب در میزنیم و میگیم تعدی نیست. اگر مثال نقص نزدیم تیکشون میزنیم. اما یه نکته ریزی که بازم من برات هایلایت کردم، بارها هم بهت گفتم، این بود تو رابطه های تعدی هم موقع بهت اشاره کردم تو گرافش. اگر در گراف یک یال دو طرفه دیدی و دو سرش یا یکی از سرهای اون یال دو طرفه طوقه نبود، اون رابطه قطعا تعدی نیست. اگه طوقه بود چی؟ میتونه باشه میتونه نباشه، ولی اگه نبود قطعا اون رابطه تعدی نیست. این نکته خیلی بهت کمک میکنه، یعنی خیلی سری میتونی رابطه تعدی نیست رو پیدا کنی. بریم ما هم دیگه سراغ رابطه های مثل گراف میاد. بخونیم سوالو. بازتابی، تقارنی، پادتقارنی، تعدی، همعرضی و ترتیب بودن رابطه زیر که روی مجموعه A, A, B, C, D تعریف شده است را بررسی کنیم. خب، رابطه را به صورت گراف به من داره. میگم یه بررسی کن. بازتاب، تقارن، پادتقارن، تعدی، همعرضی و ترتیب. شرط بازتاب این که همه رأس‌ها طوقه داشته باشه. آیا همه رأس‌ها طوقه دارن؟ نه. چون همه رأس‌ها طوقه ندارن بازتاب نیست. خیلی راحت. برای تقارنی شرطش چی بود؟ شرط تقارنی این بودش که یال یه طرفه نبینی. اگر یال یه طرفه دیدی تقارنی نیست، چون یال یه طرفه داره تقارنی نیست. پاد تقارن با چی مشکل داشت؟ یال دو طرفه. آیا یال دو طرفه میبینی اینجا تو؟ نه. پس تیکشو میزنی. پس بچه‌ها دقت کنین، همه گراف ها متقارن، پاد متقارن و تعدی که مثال نقض داشته. مثال نقض تقارنی یال یه طرفه، مثال نقض پاد تقارنی یال دو طرفه. اینم که بعد بریم ببینیم میتونیم مثال نقض بده کنیم یا نه. برای تعدی بودن نگاه کنیم، آیا میتونیم مثال نقض بزنیم؟ یه نگاه بکنم. B با C رابطه داره؟ خب دیگه چی؟ C با هیچ رابطه نداره. هر چقدر که بری بگردی نمیتونی مثال نقص پیدا کنی. دوست داشتم میگم فیلم حساب کن خودت بگرد پیدا کن. هر چقدر که بگردی نمیتونی مثال نقص پیدا کنی. بس این رابطه قطعا تعدی است. چون این رابطه من بازتاب نیست، قطعا همعرضی و ترتیبم نیستش. گراف بعدی. بازتاب هست یا نیست؟ مطمئنم خودت متوجه شدی. چون همه رأسا طوقه ندارن بازتاب نیست. تقارنی هست یا نیست؟ میدونم سری گفتی این رابطه چون یاله یه طرفه داره تقارنی نیستش. پادتقارنی هست یا نیست؟ به گرافت نگاه کن. پادتقارنی هست یا نیست؟ مطمئنم که تونستی جواب سوالو بگی. پادتقارنی نیستش. چرا؟ چون یاله دو طرفه داره. اگه یاله یه طرفه داشته باشه تقارنی نیست، اگه یاله دو طرفه داشته باشه پادتقارنی نیست. اما تعدی چی؟ تعدی رو اگه خواستی بررسی کنی همیشه نگاه کن دو طرفه داری یا نه. چون اینجا یه یال دو طرفه میبینم، حالا این شکلی نشون دادیم یال دو طرفه رو. هر وقت یال دو طرفه دیدی دو سرش باید طوقه باشه. اگر طوقه نباشه تعدی نیست. الان من یال دو طرفه ای دارم که دو سرش طوقه نیست، پس این تعدی نیست. پس قطعا همعرضی و ترتیبم نیستن چون هیچ کدوم از ویژگی ها رو نداشتن. بریم سراغ گراف بعدی. خب بررسی کنیم با هم دیگه. بازتاب هست یا نیست؟ نگاه کن. هست. چرا؟ چون همه رأساش طوقه دارن. تقارن با چی مشکل داشت؟ با یال یه طرفه. یه نگاه بنداز ببین یال یه طرفه میبینی؟ نه خیر. چون این یال یه طرفه نداره پس هیچ مشکلی نداره، پس تقارنی هست. پا تقارن با چی مشکل داشت؟ با یال دو طرفه. آیا یال دو طرفه اینجا میبینی؟ به تعداد من 3 تا یال دو طرفه میبینم، پس این قطعا پا تقارنی نیست چون یال دو طرفه داره. تعدی بودن چی؟ بررسی کنیم. اگه یال دو طرفه دیدی دو سرش باید طوقه باشه، دو سرش طوقه، دو سرش طوقه. تا اینجا که هیچ مشکلی نداره. بگردیم ببینیم میتونیم مثال نقض دیگه پیدا کنیم. مثلا آ با سی هست، سی با دی هست، آ با دی باید باشه. خب هستش. مثلا بی با سی هست، میبینید جهت فعلش داره. سی هم با آ هست. این به این باشه، این به این باشه، دی باید با آ باشه که هست. هر چقدر که فکر کنی نمیتونی مثال نقض پیدا کنی. پس تیکشو میزنی.
حالا این گرافی که من دارم آیا متناظر با یک رابطه همارضیه؟ بله، چون بازتاب تقارن و تعدی از همارضی هست. آیا ترتیبه؟ نه خیر، چون ترتیب یکی از شرطاش پاد تقارنی بود، چون پاد تقارنی نیست ترتیب نیستش. یه گراف دیگه. خب بازتاب هست یا نیست؟ نه خیر. چرا؟ چون همه رأسا طوقه ندارن. تقارنی هست یا نیست؟ دوباره نه خیر. چرا؟ چون تقارنی با یال یه طرفه مشکل داشت. چون این یال یه طرفه داره قطعا تقارنی نیسته، چون یال یه طرفه داره. پاد تقارن با چی مشکل داشت؟ یال دو طرفه. من در گرافم هیچ یال دو طرفه ای نمیبینم، پس هیچ دلیلی بر رد پاد تقارنی نمیتونم پیدا کنم. پس گراف من یک رابطه پاد تقارنی، یعنی متناظر با یک رابطه پاد تقارنی. برای تعدی چی؟ خب بریم بگردیم ببینیم میتونیم مثلا نقص پیدا کنیم. بذار نگاه بکنیم، یه استاپ کنین، خودتون بگرید، سعی کنید رو شکل یه مثال نقص پیدا کنیم. مثلا نقص اینجوری باشه، مثلا اولی با دومی باشه، دومی با سومی باشه، ولی اولی با سومی نباشه. یه ذره که نگاه میکنیم میبینین که الان دی با سی رابطه داره. بله، ببین دی با سی هست، سی با آ چی؟ سی با آ هم هست. آیا دی به آ هست؟ یه نگاه بندازین، آیا از دی به آ یال میبینین؟ نه. یکی میگه اه داریم که، میگم نه خیر، اون آ به دیه، از دی به آ نیست. نگاه کن، از دی به سی یاله، از سی به آ یاله، ولی از دی به آ هیچ یالی وجود نداره، پس این رابطه تعدی نیست. پس قطعا همارضی و ترتیب هم نیست، چون که بازتاب شرط اصلی شد نداره. بریم گراف بعدی. بازتاب قطعا نیستش. چرا؟ چون همه رأسا طوقه ندارن. تقارن با چی مشکل داشت؟ با یال یک طرفه در گرافات. یال یک طرفه میبینیم؟ بله. پس این با تقارنی بودن مشکل داره، پس تقارنی نیست. پاد تقارنی هست یا نیست؟ نه خیر. چرا؟ چون یال دو طرفه من میبینم، وقتی یال دو طرفه دارم قطعا پاد تقارنی نیستش. تعدی بودن چی؟ بهت گفتم اگر یال دو طرفه دیدی دو سرش باید توقه داشته باشه، این شرط لازمه، کافی نیست ولی لازمه. یال دو طرفه میبینی؟ بله. آیا دو سرش توقه است؟ نه خیر، پس این تعدی هم نیست، پس قطعا هم ارزی و ترتیبم نیستش. اما یه تست با هم دیگه حالا حل کنیم، دونه دونه بهت یاد دادم که اگه گراف بهت دادن چه شکلی بررسی کنی. حالا این تو کنکور چجوری تستاش میاد؟ کدام گراف جهتدار فقط خاصیت تعدی دارد؟ چهار تا گزینه هم که داریم میبینیم. خب گفته کدومی که از این گراف های جهت داره من فقط خاصیت تعدی داره. خب دونه دونه بررسی کنیم. بچه من اول میام بازتاب بودن همه اینا که آسونه رو بررسی میکنم. بچه بازتاب هست یا نیست؟ نه خیر. چرا؟ چون همه رأساش طوقه نداره. دوباره بازتاب هست یا نیست؟ نه خیر، چون همه رأساش طوقه نداره. جیم هست یا نیست؟ دوباره پاسخ منفیه. دالم چون همه رأساش طوقه نداره بازتاب است. پس بلن بازتابی رو بررسی کرد. تقارن با چی مشکل داشت؟ یال یه طرفه. هر کدوم که یال یه طرفه داشته باشه ضرب در بزنم. اولی یال یه طرفه داره؟ بله، ضرب در. دوم یال یه طرفه داره؟ بله، ضرب در. سوم یال یه طرفه داره؟ بله، ضرب در. چهارم یال یه طرفه داره؟ نه خیر، پس این تیک میخوره، چون هیچ مشکلی نداره. بعدیش پاد تقارن بچه با چی مشکل داشت؟ با یال های دو طرفه. آیا یال دو طرفه داره؟ بله، پس ضرب در خود. بعدی آیا یال دو طرفه داره؟ بله. بعدی یال دو طرفه داره؟ نه خیر، پس تیک میخوره. بعدی یال دو طرفه داره؟ نه خیر، پس تیک میخوره. حالا برای تعدی بودن بعد مثال نقص پیدا کنیم. اولین مثال نقص گفتم در تعدی بودن اگر یال دو طرفه دیدی دو سرش باید توقه باشه. اگه دو سرش توقه بود خب شرط لازمه داره ولی کافی نیست. دوباره بگرد ببینم مثال نقص دیگه داشته باشیم. اما اگه نبود هم اول ضرب درشو بزن. اینجا نگاه کنیم. یال دو طرفه است، دو سرش توقه نیست، ضرب در. یال دو طرفه دو سرش توقه است. خب فعلا شرط لازمه داره. بگردیم ببینیم میتونیم مثال نقض دیگه ای پیدا کنیم. هر چقدر که فکر میکنم نمیتونم مثال نقض پیدا کنم. پس این تعدی هستش. بعدی ببینیم میتونیم مثال نقض پیدا کنیم، تعدی بودنشو از بین ببریم. دوباره اینم هر چقدر که بگردیم نمیتونیم مثال نقض پیدا کنیم. پس اینم تعدی هست. بعدیش هم تعدی هست چون مثال نقض نداره. اما سوال چی گفته بود؟ کدوم یکی از این گزینه ها فقط خاصیت تعدی داره؟ کلمه فقط خاصیت تعدی نیست، سه تا دیگر رو نباید داشته باشه. کدوم گزینه جواب من شد؟ گزینه ب که فقط خاصیت تعدی داره و سه تا ویژگی دیگر رو نداره. پس من تو این فیلم به تو یاد دادم که اگر گراف متناظر با یک رابطه رو دیدی چه شکلی بررسیش کنی،